یه روایتی است که عامه نقل کردن روایت و سندش هم صحیح میدونن و نفهمیدنم چیه وهابی ها مثل البانی گفتن سند صحیحه اونم اینه که پیغمبر فرمود علی یون یقضی دینی ندبن میخونید یا علی انت تقضی دینی این خطابه تویی که دین مرا به دیگران ادا میکنی و تنجز و اداتی من وعده میدم تو عمل میکنی آدمها خودشون وعده بدن خودشون عمل نهاره اینکه مشکلات ما بعضی مسئول که داره وعده میده گردن همه خراب هم پیغمبر به امیرالمومنین فرمان انت تنجز و اداد من وعده میدم تو عمل میکنی من وعده بدم باید خودم عمل کنم تو یه جوری عمل میکنی که من میخوام یکی از نقاط پیروزی پیغمبر اینجاست که حالا نمیخوام بحث و طولش بدم این قسمت رو که آقا پیغمبر اکرم رو وقتی به نبوت رسید خیلی تخریب کردن انواع احانت ها دیگه شما بیش از من میدونید فوش ها جسارت ها چقدر زیاده تو این زمین بعد اتفاقی که افتاد این بود که تخریب و توهین و شکنجه و اینا که میدونید بردن پیغمبر شعه به عبی طالب کس و کارش فرار کردن نفتن هبشه بعد دوباره ابو طالب سلام الله علیه از دنیا رفت حضرت خدیجه قرا سلام الله علیه ها به رحمت الهی رفت، پیغمبر تنها شد، دیگه کار به جایی رسید که می‌کشتن پیغمبر رو، برای اینکه پیغمبر رو نکشند، دیگه خدا دستور داد شبونه باید فرار کنی. شبونه که فرار کنی. خب پیغمبر امیالونی صدا کرد، فرمود که اینا تا وقتی تو رو ببینن فکر میکنم من تو شهرم از بس با هم میگن امکان نداره پ... که او یعنی پیغمبر از شهر خارج بشه و علی رو رها کنه اینجا همش با هم هن هستن مثلا راه را میرفت تو خیابون بود میخواستن معرفیش کنن که این کیه از عجایب هم هست حکم پسر پیغمبر داشت سی سال سنش کمتر بود هم از کودکی در آغوش پیغمبر بود بفتن هاذا اخو محمد و قررت عین خدیجه بفتن برادرشه و نور چشم خدیجه است فرمود اگر تو باشی اینا فکر میکنه من هستم این یه جهت خب امیر تو جای پیغمبر خوابید پیغمبر هجرت کرد ظاهرش فرار بود دیگه اما یه جهت مهمتر این بود خب حالا خب چرا علی علیه علی السلام نه با هم دو تایی برید اگه با هم دو تایی میرفتن امانتها رو کی باید میرسون نکته مهم این جهت هر کس بخواد تاریخ و تحلیل کنه نقطه پیروزی پیغمبر بعد بود پرستان احد نیست آقا هنین نیست خندق نیست نقطه پیروزی پیغمبر بعد بت اینه که تو شعب ابی طالب که هر شب چند بار جاشو با دیگه لیلت المبید نیست به قول مسیحی لیالی مبید هر شب هم میرن پیغمبر جاشون عوض میکردن تو شب نون نداشتن بخورن ما اما بچه های ابو هم اگه میخواستن سفر برن پول به باباشون طلا به باباشون امانت نمی سپردن به محمد امین امانت میدادن اللهم محمد و الله لیلت المبید پیروزی پیغمبر بر مشرکینه که شما این همه سلطان پر ثروت وجود داره همدیگر رو دوز حساب میکنه